مسافرین محترم، در صورت حضور راننده خانم، قسمت جلوی اتوبوس مخصوص خانم ها و قسمت عقب اتوبوس متعلق به آقایان می باشد. با تشکر. آقا بفرمایید، شما در به عقب سوار شید. حاج خانم برو از اون طرف برو سوار شید. عقب آقایین، جلو خانم. شما آقا لطف کنین در به عقب سوار شید. آقا متشکرم. ما جلو هم آقایین عقب هم پرواز واقعی بیا آقا. تعجب کردم. اونایی که میشناسن دیگه میدونن، چون بغلارم با وجودی که این نوشتم، ولی خب بازم با این حال اشتباه میکنن بیان بالا، چون عادت شده برشون. اما خانم ها هم موقعی که آوردم جلو یه تحول خاصی ایجاد شده تو خانم ها. لذت میبرن از اینکه بعد از این همه سال جلو میشن. اصلا عجیبه یادم ما نهیده بودیم فرقی میکنه آقایون عقب باشن. آقایون تعدادشون بیشتره آخه. صبح ها که آقایی میخوام با اوتوز بودن تعدادشون بیشتره، ولی اینجوری خانومه پیدا نمیشه افراد صبح که اصلا 25-6 سال قضیه اینجوری بوده، حالا قضیه برعکس شده نمیدونم. عجیبه. من درم قاسم وارد چم تعجب کردم، اصلا تعجب کردم اشتباه سوا شد. داشتم منم کار میکردم دوش به دوش شوهرم. چی شد که نکردی؟ تحصیلات هم کم. فکر میکنی تو جامعه در واقع تبعیض جنسیتی تا این حد بین مردم ریشه دونده، چه اتفاقی باعث میشه که یه زن اجازه پیدا کنه رانندگی اتوبوس باشه؟ این دیگه از اون چیزای نوادر موزیکاره، کجا دری به تخت خورده یا همچین چیزی شده، این دیگه خیلی عجیبه. شکل قضیه رو به نظر من دارن یه مقداری رنگ و لعاب بهش میدون، وگرنه اون چیزی که زن رو در نفسشون احتیاج دارن که داشته باشن ما اونو نداریم. حالا برفرض شما یه شغل بهش بدین، چیزی رو عوض نمی‌کنه. چیزی همیشه باعث شده زن احساس تحقیر بودن. همین فکر میکنی همین که خانوما بتونن برن تو استادیوم فوتبال، همین که خانوما بتونن راننده اتوبوس بشن، مشکلات زنا حل میشه؟ نه، مشکل زنا صفر، ولی این وقت حالا پایه‌گذار این باشه که مشکلات بعدی رو از سر راه بردارن. مثلا یه خانوم بتونه قاضی بشه، چون یه خانوم نباید قاضی بشه؟ من چون زنه میگن احساساتیه، در صورتی که خیلی خانوما منطقشون تو خیلی جاها قوی‌تر از آقایونه، خیلی محکم‌تر میتونن تصمیم بگیرن. هیچ وقت دلتون خواسته که یه مرد باشین؟ زیاد. درست تو زمان بچگی بود. توی خانواده فوق‌العاده متعصبی هم بزرگ شده. شاید علتش این باشه. و به همین دلیل تعصب هم بود که خیلی زود ازدواج کردی. دقیقاً. من از 27 تا 12 ماشم شدم، 6 ماه. ما هر دومون مربی آموزشگاه بودیم. توی سال 67 خیلی سخت بود. اون روزای اولی که ما تو آموزشگاه کار کردیم خیلی اذیتمون کردن. ولی بعد دیگه جا افتاد. برای مردم جا افتاد. اتوبوس هم دقیقا همین میشه. سختی ها رو ما میکشیم، برای خانم های دیگه راحت میشه. چه طرز رانندگیه؟ بفهم.
آخه نمیدونی چه جوری اومده نصف ماشین نزدیکت ببره؟ چرا چرت و پرت میگی؟ چرت و پرت هیکلت میگه؟ یعنی چی؟ آخه تو مزخرفه تو. مزخرف هیکلت میگه که شعور نداری. چه به تو رسیدم این نصف ماشین؟ من دارم بهت میگم اشتباه میره، بگو اشتباه میره. غلط میکنی بگی. تو غلط میکنی آشغال. بی شعور نفر. آقا چندین بار ایجاد مزاحمت میکنه برام. یه بارم من شکایت کردم به حراست ولی متاسفانه هیچ اهمیتی نداره. امروز جلوش من وای نستم، فردا یه خانم دیگه هم بیاد تو این شغل بدتر از این بکنه. پس مجبورم یکی مثل من جاده صاف کن باشه تو روی اینا وایس. امروز تغییر فیزیکی شدی با این آقا؟ یه چک برام تو گوشش. متاسفانه فرهنگ غلط. دونه یه دجا افتاد، فکر میکنن که زنها نمیتونن هیچ کاری کنن، از اینکه هیچ کاری بر نمیان تا اگرم اومدن توی کاری میتونن همه رقمه از یک خوشی کنن، ولی نمیتونن با من در بیان چون من جلوشون نیستم. اومدم کمکی مامان. رانندگی دوست دارم ولی نه به عنوان شغل. چرا؟ از نظر من کار مزخرفی کنم. تو این ترافیک تهران فکر نمی کنم کار خوب باشه. اگه قرار باشه به مامانت یه شغل پیشنهاد بدی و شغلش رو تو انتخاب کنی چی پیشنهاد می‌دی؟ خانه‌داری. چون از نظر من زن خانه‌داری باشه. دوست داری چی کار بشی؟ من از نظرم قاضیه. ولی شما اگه حکم اعدام واسه این بدی واسه اون بدی، بابش حرفه، یه امضاه. استرسش اینجا بیشتر نیست. گفتم فقط درس بخونم، هر کاری باشه میکنم. یعنی اگه ناتوانم بشم نتونم کار کنم، شده کلفتی هم بکنم این کارو میکنم. فقط تو کار کن به یه جایی برس، درس تو بخون. خطر خانم بشی بود فرمان.